سازمان ملی هوافضانوردی آمریکا ناسا پس از مدت‌ها تأخیر تلسکوپ فضایی جیمز وب را به فضا می‌فرستد. توجه شما را به برگردان گزارش آرش عرب‌اسدی خبرنگار صدای آمریکا جلب می‌کنم. تلسکوپ فضایی جیمز وب که سالها انتظارش را می‌کشیدیم سرانجام پس از دو بار تأخیر این هفته به فضا پرتاب می‌شود. این تلسکوپ که تحولی نوین در تاریخ فضانوردی بشر به شمار می رود، قرار است در جایی به مراتب دورتر از زمین در قعر فضا جانشین تلسکوپ هابل شود که در سال 1990 میلادی به فضا فرستاده شد. پرتاب جیمز وب به فضا پروژه مشترکی است با همکاری ناسا و سازمان‌های فضانوردی اروپا و کانادا، با هدف مشاهده برخی از وقایع و اجرام دوردست در جهان و کمک به فهم چگونگی شکل‌گیری ستارگان و سیاره‌ها و تصویربرداری مستقیم و نزدیکتر از سیاره‌های فراخورشیدی و نوستارگان. کلاس پونتوپیدان از محققان مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی در این باره میگوید به نظر او این تلسکوپ میتواند به بسیاری از پرسش‌های اساسی بشر از جمله اینکه آیا ما در جهان هستی تنها هستیم یا از کجا آمده و به کجا میرویم پاسخ روشن‌تری بدهد. به باور این محقق جهان هستی بسیار گسترده و وسیع است و ما همیشه فکر می‌کنیم در نقطه‌ای از این جهان هستی موجودات دیگری غیر از ما هم وجود دارند. تلسکوپ فضایی جیمز وب به اندازه‌ای بزرگ است که برای پرتاب به فضا باید به قطعات کوچکتری تا شود. یک محافظ خورشیدی به وسعت یک زمین تنیس دارد تا بتوان ابزار تلسکوپ را در دمای منفی 190 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. و با اینکه به لحاظ فناوری از تلسکوپ هابل به مراتب پیشرفته تر است، کارشناسان میگویند کنار گذاشتن هابل هنوز بسیار زود است. اول از همه اینکه تلسکوپ هابل هنوز کار میکند و ممکن است 5 تا 10 سال دیگر هم اگر شانس بیاوریم کار کند. دوم اینکه تلسکوپ هابل خیلی فرق دارد، طوری طراحی شده که با آن بتوان آن بخشهایی از جهان هستی را دید که چشم ما همانها را میبینند، در حالی که تلسکوپ جیمز وب برای دیدن در قسمت مادون قرمز طیف طراحی شده است که این ویژگی میتواند مجموعه کاملا متفاوتی از اطلاعات مربوط به جهان هستی در اختیار ما قرار دهد. ده ها میلیارد دلار هزینه ارسال جیمز وب به فضا شده است.